بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. حرم امام حسین علیه السلام در میان 5 زیارتگاه مشهور جهان. انحلال شورای مسلمانان فرانسه توسط دولت. و گزارش دیدبان حقوق بشر از بی‌توجهی بحرین نسبت به نقض حقوق بشر. سلام بر سید و سالار شهیدان و درود بر شما همراهان گرامی. جدیدترین اخبار شیعان جهان تقدیمتان می شود. یک روزنامه ویتنامی حرم امام حسین علیه السلام را در زمره 5 زیارتگاه مشهور جهان طبقه بندی کرد. روزنامه رسمی لاودونگ چاپ ویتنام با انتشار گزارشی اعلام کرد حرم امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در زمره 5 زیارتگاه مشهور جهان قرار دارد. در این گزارش آمده آستان مقدس حسینی در شهر مقدس کربلا در کشور عراق قرار دارد که پیکر امام حسین علیه السلام نوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در خود جای داده است. امام حسین علیه السلام در این مکان به شهادت رسیده است. بر اساس این گزارش این زیارتگاه یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مذهبی برای پیروان اهل بیت علیهم السلام است که هر ساله شمار زیادی از زائران از آن زیارت می کنند. این روزنامه گزارش داد دیوار حرم و رواق‌ها با چوب و سرامیک تزئین شده است. درهای حرم به صحنی باز می شود که به 65 اتاق کوچکتر تقسیم شده است. داخل و خارج آن به شکل زیبایی تزئین شده است. مکان قبر مقدس با ظریحی احاطه شده است و بالای آن یک گنبد طلایی قرار دارد. بیست سال پس از تأسیس شورای مسلمانان فرانسه، مقامات این کشور اعلام کردند قصد دارند سازمان دیگری با عنوان مجمع اسلامی را جایگزین آن کنند، تصمیمی که خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است. پس از آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش از تصمیم کشورش برای تشکیل مجمع اسلامی به جای شورای مسلمانان فرانسه که 20 سال از فعالیت خبر داد، واکنش‌های خشمگینانه در میان جامعه مسلمان فرانسه همچنان ادامه دارد. مقامات فرانسوی معتقدند شورای مسلمانان از نمایندگی اسلام مورد نظر آنها ناتوان است و باید نهاد دیگری مطابق با دیدگاه آنها نسبت به اسلام جایگزین آن شود. این امر تصمیمی تحریک‌آمیز بود که مورد توجه بسیاری از انجمن‌های اسلامی و روحانیون در فرانسه قرار گرفت و عده‌ای نیز آن را دارای اهداف سیاسی می‌بینند. دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، مکرون به دنبال به دست آوردن آرای جناح راست افراطی است که به دشمنی با مهاجران و اسلام مشهور هستند. عمادالدین همرونی، استاد جغرافیا و علوم سیاسی در این باره گفت این موضوع به طور خاص برای محدود کردن آزادی‌های شخصی مسلمانان فرانسه است و این همان چیزی است که اکثر انجمن‌ها و مؤسسات اسلامی اینجا در فرانسه می‌بینند و این قانون در واقع در خدمت کمپین انتخابات ریاست جمهوری آینده امانوئل مکرون است. از سوی دیگر انجمن‌های اسلامی نسبت به خطر افتادن در دام تحریک مقام‌های فرانسوی هشدار داده و خواستار زبان عقل و گفتگو هستند. به نظر می‌رسد جامعه مسلمانان فرانسه نقش تعیین کننده‌ای در نتایج انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه که 21 فروردین 1401 برگزار می‌شود خواهد داشت و احزاب مختلف در تلاش هستند تا نظر رأی دهندگان را چه از طریق جلب مشارکت و چه با هدف قرار دادن آنها جهت‌دهی کنند. بحرین سالهاست که صحنه کشمکش‌های داخلی میان مردم و حکومت این کشور است و در این مدت
آل خلیفه شدیدترین ظلم و ستم را علیه مردم به خصوص شیعیان این کشور اعمال کرده است. در همین راستا دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه جهانی خود برای سال 2022 میلادی اعلام کرد با استمرار نقض حقوق بشر و فقدان آزادی ها هیچ بهبودی در سابقه حقوق بشر در بحرین دیده نمی شود. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. نقض حقوق بشر در بحرین به شکلی سیستماتیک طبیعی شده و حتی برخی از فعالان زندانی سیاسی فراموش شدند. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره بحرین نوشت مقامات بحرین از فعالیت همه رسانه‌های مستقل در این کشور جلوگیری کرده و همه گروه‌های مخالف را منحل کردند. مسئولان نیز درباره شکنجه و بدرفتاری‌ها بازخواست نشده و سازوکارهای نظارتی مستقل از دولت نیست. در این گزارش آمده 3 نفر از بازداشت شدگان در زندان بحرین در سال 2021 میلادی به دلیل بیتوجهی پزشکی فوت کردند، زیرا شرایط بهداشتی و نظافتی در زندانهای بحرین همچنان بسیار خطرناک بوده و منجر به شیوع گسترده ویروس کرونا شده است. دیدبان حقوق بشر تأکید کرد مقامات آل خلیفه از روش‌های سرکوب و خشونت علیه بازداشت شدگان هنگام متفرق کردن تحصن مسالمت‌آمیز در زندان مرکزی جو استفاده می‌کنند. همچنین پس از درخواست آزادی نزدیکانش از زندان مقامات این کشور این افراد را برای بازجویی فراخوانده و بازداشت کردند. بر اساس این گزارش پس از پایان تعلیق مجازات اعدام در سال 2016 میلادی آل خلیفه 6 نفر را اعدام کرد که آخرین آن در سال 2019 میلادی رخ داد. بر همین اساس 26 نفر در انتظار حکم اعدام بوده و همه بازداشت شدگان با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه هستند. در این گزارش آمده حکومت بحرین جلوگیری از ورود ناظران مستقل حقوق بشر و سازوکارهای ویژه سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه شکنجه را ادامه می دهد. ناگفته نماند که این سیاستی است که بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در آن شبیه به هم هستند. در این گزارش آمده حقوق کودکان نیز در این کشور پایمال می شود. برای مثال پلیس کودکانی را که اوائل فوریه 2021 میلادی به دلیل شرکت در اعتراض ها بازداشت کرده مورد ضرب و شتم قرار داده. همچنین آنها به تجاوز و شوک الکتریکی تهدید کرده است. بحرین توصیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای سال 2019 میلادی درباره اعمال ممنوعیت صریح از استفاده از تنبیه بدنی را اجرا نکرد. به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز نزدیک به 300 نفر وجود دارند که مقامات آل خلیفه در سالهای اخیر تابعیت آنها را لغو کرده و بیشتر آنها را بی تابعیت کرده است. حمد جابرالعلی معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کویت از صدور تصمیم تعویق برگزاری اولین دوره آموزشی داوطلبان زن متمایل به خدمت در ارتش این کشور تا زمان صدور فتوای رسمی در این خصوص خبر داد. این تصمیم در پی مخالفت با حضور زنان در ارتش و استیضاح وزیر دفاع در این زمینه صورت گرفته است. جابرالعلی با گروهی از علما و بزرگان دینی این کشور دیدار کرد و آنها بر لزوم رعایت مقررات فعالیت زنان در مشاغل نظامی تأکید کردند. وزیر دفاع کویت در آن جلسه با اشاره به اینکه پایبندی به احکام و مقررات شرعی دین اسلامی ما جایی برای هوا و هوسها و تمایلات شخصی ندارند، دستور تعویق برگزاری دوره آموزشی داوطلبان زن متمایل به حضور در ارتش را تا زمان صدور فتوایی از جانب وزارت اوقاف و امور اسلامی این کشور صادر کرد. وی در ادامه نسبت به الحاق اولین گروه از زنان پس از پاسخ مرکز صدور فتوای این کشور
در چارچوب مقررات و احکام صادره در این خصوص وعده داد. 4 ژانویه 2022 همدان آزمی نماینده کویتی درخواست استیضاح وزیر دفاع این کشور را به دلایلی از جمله ورود زنان به ارتش ارائه کرد. این نماینده تصمیم وزیر دفاع این کشور را شوک آور برای مردم خوانده و گفته بود که ماهیت جامعه و شرایط ارتش را که بر اساس آرای شرعی با زنان تناسب ندارد در نظر نگرفته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان در سال 2021 و قطر در سال 2018 مجوز ورود زنان به ارتش را صادر کردند. صدها تن از شهروندان عراقی در اعتراض به حکم اعدام دو جوان شیعه بحرینی در عربستان سعودی اعتراض کردند. این شیعیان در تجمعی در میدان الواسق در منطقه کراده با سر دادن شعارهایی خواستار لغو حکم صادره از سوی آل سعود علیه دو جوان شیعه بحرین شدند. عربستان سعودی در سال 2015 دو جوان بحرینی به نامهای جعفر سلطان و صادق سامر را بازداشت و پس از قریب به 100 روز نگهداری در مکانی نامعلوم آنها را به زندان منتقل کرد. حالا به تازگی دادگاه عربستان از صدور حکم اعدام برای این دو جوان شیعه خبر داده و هر لحظه ممکن است این حکم به اجرا در بیاید. امارات متحده عربی در اقدامی بی سابقه با صدور فتوای بدون مجوز مقابله می کند. شورای فتوای امارات به منظور مقابله با آنچه انتشار تفکرات تکفیری در جامعه این کشور خوانده از مردم و نهادهای وابسته خواست به شدت از انتشار و بازنشر فتواهای بدون مجوز و تایید نشده به خصوص در فضای مجازی خودداری کنند. این شورا همچنین از مردم امارات و نهادهای وابسته با آنها خواست به مسائل مربوط به فتواهای شرعی بدون مجوز ورود نکنند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری امارات منتشر کرده، این دستور با توجه به تخلفاتی که از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته ابلاغ شده است و این گروه از کاربران به خود جرأت و جسارت صدور و انتشار احکام شرعی بدون مجوز را می دهند که در مسائل مختلف اجتماعی، خانوادگی و غیره به ویژه تکفیر به کار گرفته می شود و از متون دینی به ابزاری برای تعرض به دیگران استفاده می کنند. شورای فتوای امارات همچنین تأکید کرد این امر منجر به گسترش نفرت، فرقه‌گرایی، تکفیر و افرادگرایی می شود و مغایر با دین اسلام و سیاست‌های ملی امارات متحده عربی است. این بیانیه مدعی شده که ارزش‌های این کشور بر مدارا، همزیستی مسالمت‌آمیز و اعتدال تأکید می‌کند. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.